تجلی نبوغ ایرانی و قلم پرظرافت هنرمندش را در هنر وارداتی نقاشی پشت شیشه می توان دید. یکی از هنرهایی که از کشورهای اروپایی به ایران وارد شد و ایران یه تغییر تحولاتی توش داد، نقاشی پشت شیشه هستش که با نقاشی ویترای خیلی اینا اشتباه میگیرن. نقاشی پشت شیشه، هنری به جای مانده از عهد قاجار که در آن زمان صد هنرمند داشت و اما امروز همکارم از این کار اومدن بیرون، الان کاری به اون صورت نیست که انجام بدن، رفت از این شغلای دیگه. این هنر وارداتی با خلاقیت هنرمندش دگرگون شد. هنرمندان اصفهانی حتی خورده های شیشه و خورده های آینه را که خورد شده اومدن از اونها هم استفاده کردن. و این روزها به همت هنرمندان اصفهانی این هنر به چرخه تولید رسیده، آن هم در کارگاهی که دو نسل در کنار یکدیگر مشغول به کارند. خونه های قدیمی من دیدم که این نقاشی هست و از پدرم سوال کردم که اینا چیه، گفتن نقاشی پشت شیشه و آینه هست. و خیلی علاقه من شدم به اینکه خودم انجام بدم. نبود بازار فروش برای این هنر، استاد مرآتیان را وادار به خرید هنر فرزندش کرده. عجیب، خودمون به اصطلاح ما یه گذاشتیم برای این هنر، چون علاقه دارم که این هنر واقعا از بین نره. و خواسته هایی که این هنرمندان برای درخشش هنرشان دارن، مسئولین به فکر باشن که برای هنرمندا یه جایی تهیه کنن که بتونن این محصولاتشون رو ارائه بدن. هنر زیبای نقاشی پشت شیشه به همت استاد مرآتیان و فرزندش به چرخه تولید رسیده، اما این هنرمند برای حفاظت از هنرش نیازمند توجه ویژه